مشروطه برای اینکه ما کاملا تمرکز خودمون رو به اون بدیم. نویسنده مزمور 116 این احساس رو داشت، در حضور خداوند با فروتنی رفته بود و این درک رو داشت. میخوایم بشنویم مزمور 116 از 1 تا 9. هرچند به نوعی این کلام صحبت از یک پیشگویی میکنه، یکی از پیشگویی هایی است که درباره مسیح داره صحبت میکنه، مرگ مسیح و قیام مسیح داره صحبت میکنه و به من و تو داره میاموزه تمام موضوعاتی که تو رو میترسونه، تو رو خسته خاطر میکنه، فروتن شو در حضور خداوند، بپذیر، دربارش بیشتر صحبت میکنیم وقت بشه که چگونه حتی فروتن بشیم در حضور خداوند. اما بدان من و شما هم همان گونه که مسیح بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، من و شما هم به قوت مسیح و روح القدس در ترسا، در خستگی ها، در نگرانی ها، در آشوب ها و و و و همه بدی ها هرچند میمیریم اما با مسیح قیام میشیم. قیام شده در امیدیم، در شادی هستیم، در آرامش هستیم. این رو اعلام کن به خودت. اومدی اینجا که تقویت بشی، به خودت اعلام کن. فقط نشنوید لطفا. مسیح گفت فقط شنونده نباشید، کاملا اون رو درک کنید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خداوند را محبت می‌نمایم زیرا که آواز من و تضرع مرا شنیده است. آمین آمین. پس نویسنده با یک شناخت درست، لطفا به این موضوعات که میگم توجه کنید، این روشی است که ما چگونه در حضور خدا فروتن بشیم. نویسنده با یک شناخت درست به حضور خدا میره و همین شناخت او رو نزد خدا فروتن میکنه، چون اون رو میشناسه. از پدرش نام خدا رو نگرفته، خودش کنجکاوی کرده. همین دلیلی خواهد بود که نسبت به تمام نگرانی ها و مشکلاتش درمان بشه. نویسنده مزمور 147:11 میگه رضامندی خداوند از ترسندگان، ترسندگان یعنی کسایی که خدا رو میشناسن، هرگز خدا نمیخواد ما از او بترسیم. پس کسایی که مانند شما هستن، عزیزانی که با ما هستن در دنیای مجازی، به خاطر بیشتر شناختن خدا وقت میذارند، داره درباره اونا صحبت میکنه. رضامندی خداوند از ترسندگان وی هست و از آنانی که به رحمت وی امیدوارند. چه سودی داره من در حضور خدا برم؟ قلب فروتن من به من این اعتماد رو میده که هرچند شرایط سخت است بر علیه من هست، اما خدا منو حمایت میکنه. و این دلیلی خواهد شد، این یکی از دلایلی خواهد شد که با این اعتماد من در حضور خداوند فروتن باشم. بله بفهمید. زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدت حیات خود او را خواهم خواند. ریسمان های در تمام شرایط، در تمام شرایط. بازگاهی ما تصور میکنیم چون امروز سلامتی داریم، ما با یهوه رافا که خدای شفا دهنده است چه کاری داریم؟ اصلا نمیگیم خدایا سلامتی ما را حفظ کن. معمولا کسایی که سنشون دیگه داره میره بالا، قدر سلامتی رو بیشتر میدونن، چون درد میاد. میخواستم بگم درد میاد همه جا، نخوب شد گفت نگفتم، نباید بگم. پس اونها بهتر میدونن سلامتی چقدر ارزش داره. وقتی عزیزان بیشه من میام میگم برای چه موضوعی دعا کنم؟ میگم برای سلامتیمون، پامون، دستمون، سرمون، چون این جسم که همیشگی نمیمونه که، باید تبدیل بشه. اونها بهتر میدونن. ولی چقدر نیکوست تا مثل من جوون هستید سلامتی رو از خدا بخواید. میخندید وقتی من میگم جوان هستم؟ عجب. هوشیار باشیم، فکر نکنیم پول زیاد کمک میکنه من دیگه هرگز به خدا محتاج نشم. من از نظر پولی 100% میشیم، 100% میشیم. یا برفر سلامتی زیاد به من کمک میکنه. زن زیاد چه کار دارید؟ چون زن زهره جان اینجا سلام پدر بزرگ من 8 تا زن گرفت، بس اگه من یه موقع میگم. و پس باید این هوشیاری داشته باشیم. این که شما فکر کنید امروز بدوید بدوید کلیسا نرید، از کلیسا بزنید، از کلام خدا بزنید، کاری به کلیسا و رویای خداوند نداشته باشید، حالا یه قسمتی از زندگی پر از برکت بشه، این قسمت باعث میشه من دیگه از خدا نیازی رو نخوام، اینو بدون. اتفاقا شیطان همونجا حمله میکنه به تو، همون قسمت بهت حمله خواهد کرد و آسیب میزنه به شما و به من.
مولا نصرالدین رو به لجبار گفتن باید جنگ شده، باید بیای جنگ. خب من جنگ نمیتونم بکنم. گفتن نه، باید بیای جنگ. نه، من ترس جونش. خب معمولا ملاها افراد میفرستن جنگ، ولی خودشون که نمیرن. مولا نصرالدین هم میره یه سپر خیلی بزرگی رو درست میکنه توی جبهه و میره. وقتی که میره یه نفر میاد پشت مولا، از پشت سنگ میزنه تو کلش، برمیگرده میگه سپر به این بزرگی رو نمیبینی؟ کله به این کوچیکی رو میبینی؟ شیطان کارش اینه. کاری نداره اونجایی که من و شما مغروریم، فکر میکنیم خیلی دیگه همه چیز عالیه، همونجا هست که شیطان به ما آسیب میزنه. پس هوشیار باید باشیم. بله.